هموطنان گرامی، من سلام و درود بر شما. یک گزارشات جنگ از ذهن ما را زیاد مشغول ساخته و یکی گزارشات دیگه است که از یک فاجعه خاموش و بظاهر نامحسوس حکایت دارد. انتقال مراکز مدرسه‌ای پاکستان و افغانستان به تدریج ادامه دارد، بیوقفه. یعنی در افغانستان ترتیباتی را گرفته آیسای که یک بم جهانی را دیزاین بکنه در افغانستان، بم انسانی را. کمی یک کتله از انتحاری ها که به عنوان یک بم ساچمهی چرهی که تمام جهان را بتانه تهدید بکند. انتقالات ادامه داره. فرمان شستشوی مغزی نوجوانان قبلا از نام شخصی به نام ملا هیبت الله صادر شد که دو با شیخ الحدیث ها و مدرس ها و با کسایی که از متخصصین مذهبی پاکستان هستند و از اونا معاش تعیین کرده بود. حال از کارزار راه اندازی مدرسه های جهاد در سراسر افغانستان سخن گفته می شد. راه اندازی مدرسه در افغانستان چیز نو نیست، اما حالا که به شکل بسیار برنامه ریزی شده در صدد گسترش هستن، اینی یک چیز نو است. اگر نه در تمام ولایت افغانستان مدرسه وجود داشت، حتی کسایی که هیچ به مدرسه اعتقاد نداشتن مثل غنی خائن، یادم همیشه دعوا میکرد که مدرسه را ما میسازیم در داخل افغانستان. او مدرسه چی در داخل افغانستان باشد چی در خارج افغانستان، محصولی که تولید میکنه عینی چیز است از نظر ذهنی، منتها باز کارآمدیش فرق میکنه که با چی شیوه او کار گرفته میشه و لونگی که بسته میشه بعد از برحال این دیگه موضوع است. حتی آل در پنشیر در صحن مقبره شادروان احمد شاه مسعود، بنیانگذار مقاومت برای نجات افغانستان، اونجا هم تصمیم گرفتن که یک مدرسه کلان طالبی را تأسیس بکنن. خب چی کسای پشت پروژه است؟ این دیگه نیاز به گپ نداره. فابریکه های تولید خطر باید در 34 ولایت افغانستان خصوصا در مرزها به کار آغاز بکند. این پروژه جنگ جدید در شرایط جدید است، این بازی بزرگ جدید. این بازی بزرگ جدیدی که ما شما همیشه از او گپ میزنیم، من فکر میکنم که نمی آخرین جنگ مغلوبی کشورهای عرب، پاکستان و امریکا و انگلیس است. چرا در سطح جهانی در میادین یا به اصطلاح در گسترهای کلانتر تغییرات بسیار گسترده آمده که خودشان هم به اصطلاح خودشان سورپرایز کرده، مثلا باخت جنگ اوکراین و شاید هم نوبت به تایوان و دیگه مناطق برسه. برحال طبق اطلاعات دریافتی در افغانستان حال دیگه پروژه اینجا پیش برده میشه، در تمامی شهرستان ها همی ولسوالی ها از 3 تا 5 مدرسه طالبی تشکیل میشه. شما تصور بکنید مکتبه رو کلا بند کردن، جایگزینش اینی است. در پاکستان سیستم آموزش و پرورش مدرن و نیمه مدرن است، شخصی و دولتی است، منظم، چه بسا که در بسیاری جای استاندارد است. بر ما چه میکنن؟ اینجا فلسفی مقاومت و جنگ علیه پاکستان این نزیجت خود نشان میده. افغانستان ما دارای 387 شهرستان و 34 مرکز ولایات است. یعنی با متناسب با ولایات 34 مراکز شهری داره که تعداد شهرستان و همی ولسوالی ها در واقع به 412 مرکز میرسه.
اگر به طور متوسط در نیمی جایا 4 مدرسه جهادی، یعنی دمی 412 ولسوالی و شهرستان ایجاد شود، در مجموع میشه سرجم 1648 مدرسه در سراسر افغانستان. خب این دیگه صورت رسمیش است. امیاله در زمان غنی خائن و کرزی تعداد مدرسه های مخفی استخباراتی که تمویل میشد از طرف عربا از هزاران تیر است. خب اگه این مدارس به طور متوسط، یعنی امی 1648 مدرسه که تشکیل میشه منظم، اگه هر کدامش به طور متوسط 750 طلبه داشته باشه، هر کدامش میشه 1,226,000 طلبه، یکی ما شما دانش آموز میگیم در مدارس جهادی، 1,226,000 طلبه در واقع مغزشویی میشه. اونما انتحاری های آینده هستن که به افغانستان هیچ تعهد ندارن، ضد خواهر و مادر خود هستن، ضد زن تربیه میشن، با بردگی زن اینا مغزشان آماده میشه، از مظاهر زیبای زندگی اینا متنفر میباشن، موسیقی در نظر از اینا کفر مطلق است. یعنی این مردم دیگه به زندگی ساخته نمیشه، برای مردن آماده میشن. به همین تعداد معلم ها و کارکنان در 1648 مدرسه، هر کدام همین مدرسه که 19 نفر معلم استخدام کنه میشه 14,832 نفر. این 14,832 نفر خودشان مغزشویی شده هستند یا عوامل آیسای هستن که در این راستا کار میکنن. اینا هم از بدنه مالی حکومت پول میگیرن، هم مغز صاحبا و جوانا یا میراثدارای وطن فاسد میسازن که دیگه فقط به یک چیز خدمت کنه، برای مردن، برای همیشه و عقب نگاه بکنه، عقبه که ایش خودش نمیفهمد چی است. در روایات مسموعات و شنیدگی ها برشان گفته میشن. نتیجه 1,648 مدرسه، 1,236,000 طلبه، 14,832 معلم و کارمند، در مجموع میشه 1,250,832 نفر. اینا شما دیگه عمق فاجعه را تم یک لحظه در ذهنتان تصور کرده میتونیم. خب از اینا چی؟ از این از کجا میشه قدر؟ پول ازی. بر اساس فرمان دجال طالبی، معلم‌ها و کارکنان مکتب جهاد ماهانه 350,000 افغانی معاش خواهد گرفتن. یعنی هر مکتب معلمایشی پول ما معلمایش است که منوز دو نفر معلم. مخارج عمومی سرجمش به طور ماهانه از تمامی اینمی مدارسی در سراسر افغانستان است 6,949,397 دلار میشه. به اساسی فرمان به هر طالب روزانه 150 افغانی استحقاق اول است. با 1,236,000 طالب که روزانه 150 افغانی داده شوه، سرجم دلاریش میشه 2,760,896 دلار در یک روز. خب این که میده؟ هزینه سالیانه که سنجیده شده از تمام این مدارس بیش از 7 میلیارد دلار است. یار کی میگه؟ رسانه از قول وزیر معارف طالب خبر دادن که هر ده هر ولایت یک مدرسه دینی یا دارالعلوم
و در هر شهر 10 مدرسه دینی کوچک ایجاد میشه. اینا دیگه وظیفه ندارن، یکی خود جنگ است که نابود میکنن زندگی را، یکی دیگه اینی رقم یک پروگرام یا پیش میبرن. به اساس آمار منتشر شده در 2019 حدود 13,000 مدرسه دینی ثبت نشده و 1,275 مدرسه ثبت شده در افغانستان وجود داشته. همچنین 150 دارالعلوم فعالیت داشته. اینا رو فکر کنه که یا چقدر مفتخور با تربیه میشن، یا کار نمیکنن، یا خود تولید در قلبه کردن زمین، در ایجاد مای احتیاجات خوراکی، در توسعه کشور، در توسعه علم و فرهنگ، یا سم ندارن، یا همش مفتخور است. پولش باید از جای بیاد و اگر جای هم نبیاد پولش از حساب مردم است. ضمن از اینکه کاملا مغشوی میشن بر درد افغانستان نمیخوره، یک غده سرطانی میشه. در این حال باید پیسی زیرم از کار نمیکنن، پیسیش از حتما از داخل یا از بیرون بیاد. بنان طالب ها قصد دارن امیت مکتب ها رو در تمامی قریجات افتتاح کنن. در هر یک از 34 ولایت بیش از 1,000 قریه وجود داره. اینا رو تصور بکنین که یا چی میکنن. افغانستان به اینی حال روز رساندن. به نظر طالب در کتاب عبدالحکیم حقانی هم که توضیح شده و همیشان لیسه و یا مکتبای عصری مسلمان ها را کافر میسازن. این دیگه شما این عزیز بیاین گز کنین. حکیم حقانی قاضی القضات از اینا هم کتاب نوشته که بهتر است نامش نگیرم، در صفحه 243 میگه که فعالیت مکاتب علوم جدید باید به شدت سرکوب شود، چرا که آنها ثمره کفار هستند و مسلمانان را به فساد و ارتداد از دین میکشانند. این حال تصور میکنین که فساد از نظر بیمغز چی است و دین تعریفش از نظر از چی است؟ عجب. ولی برنامه مدارس جهاد توسط امارت اسلامی میگه تعیین میشه. خب بر منکرش لعنت. خب معلوم از دیگر در این مدارس کتاب های ابتدایی دینی دیگه جالب است، نظیر قاعده بغدادی و شرح الوقایه تدریس میشه. دیگه چیز نیست دیگه، چه تدریس شد؟ خب بعدیش باز میایم مثلا خلاصه، قدوری، کنز، منیه، اینی چیزا میاید که به هر چیز دیگه او به درد میخوره جز به زندگی و توسعه و رشد ذهنی. دانش آموزا به این وسیله در ظرف چند سال شستشوی مغزی میشن و دمی خلال و دمی جریانی که دانش آموزا از 5 ساله و بعد بالا تا 16 ساله را اینا میبرن، استفاده جنسی از اینا به طور عام مریول اجرا است. این قانون مدارس است. خب حالی مدرس هایی را که میارن در افغانستان، البته مو اصلش کندهش در پاکستان است، کپیش به اصطلاح اینجا روان میکنن که یک ذره بار سر پاکستان کمتر شد. فقط یک پاکستان وظیفه باشه که پول به حساب از اینا بگیره از خارج و دیگه مدیریتش بکنه، دیگه کل اما آل آشغال شد پرته این طرف. اینا همون مدرس هایی هستن که در پاکستان در جریان جهاد علیه شوروی تأسیس شده بودن با کمک نهادهای خیریه کشورهای عربی، خاصتا سرتاج از اینا عربستان سعودی بود که حالا هر طرف خدا میزنه، خدا میخواه که از تور اسلام بیرون بکنه بن سلمان. فهمیده که بسیار به زودی نابودی عربستان متصور است به این شکلی که روان بودن. حالا این مدرسه ها رو به افغانستان میرن، سازمان اطلاعات پاکستان تصمیم گرفته خلاص شود دیگه از شر از اینا. هزینش بیشتر گفتیم که مؤسسات خیریه کشورهای خلیج فارس، در درجه اول عربستان سعودی، هم خودم میخواد از شر از این نجات به عربستان سعودی،
اما در بازی استراتژیک خود میخواهد این چیزها رو در افغانستان تقویت بکنه، در بازی سیاه خود. چرا؟ اونا علاقمند گسترش ایدئولوژی سلفی وهابی هستند تا یک رقیب منطقه، یک عامل بازدارنده در برابر ایران ایجاد بکنه. خب اینا خینتاری و خاتل تربیه میکنن، مگر در مذهب حنفی کشتن شخص و زندانی کردنش بدون دادگاه ممنوع است. اما همه طالب این کارا میکنن. پس اینا چه رقم مذهب دارن؟ آل در تمامی شهرها در افغانستان مکتبا، دانشگاه و ساختمان های دیگر و مدرسه های جهادی تبدیل شده. مثلا دانشگاه فنی و مسلکی تخار و مدرسه تبدیل شده. تصور بکنید دانشگاه فنی و مسلکی تخار چقدر او از این از شده، چقدر زمان، چقدر دانشجو داشتن، چقدر استاد داشتن. صاف و ساده یک شبه و مدرسه جهادی تبدیل شده. ساختمان تلویزیون میترا در مزار شریف، لیسه عبدالحی حبیبی در خوست، بسیار یک ساختمان خوب داشت، او را مدرسه ساختن. لیسه فنی قندار، لیسه ببرکان زادران در گردیز پکتیا و امیر هم در تمامی ولایت کلشن مدرسه ساختن. در شهر جلال آباد یک در حاشیش یک قسمت فامیلیا 15 هکتار زمین بود، ده ها ساختمان زیربنا داره اونجا مدرسه جهادی شده. به سلامی نسخه دوم مدرسه اکبر خطاکاری است، ساختمان هاش هم قوی قوی است. و این تهدید برای افغانستان است، برای خودیت و بقای افغانستان. اجرای فرمان ملای آیسای فقط یک چیز داره، گسترش شستشوی مغزی. اگر اینا خب ما که فکر میکنیم که در جریان مبارزات کال ما شما قرار داریم و مبارزات مسلحانه اینا رو جاروب میکنن، در هم کوبیده میشه میگروزن، اما ببینید که همه وقت ضایع میشه. ما فرصت ها رو دست میدیم، به اصطلاح از آهنگ زندگی پس میمانیم. از نظر تیوری مثلا اگر 20% امی طلبه ها به امی شکل بیاین در افغانستان پرورش شوند، فارغ شوند، پرورش و فارغ شو پرور، فکر کنین که افغانستان آیا از هر نگاه نسل جوانش کی رقم آلوده شود، از هر نگاه معیوب نمیشه؟ گویا معیوب هم شده، جنگ زده، تکه تکه، استخوان کوب، اما افغانستان به مقاومت خود ادامه داده. یک سرزمین بسیار عجیب و غریب است. هیچ کس این را تعریف نمیتونه و اگه تعریف هم میکنه و خطا میره. افغانستان معیوب و درجازده را اینا میخواین تأسیس بکنن که منطقه بسیار حساس، تمدن ها را با هم وصل میکنه، راه های بازرگانی جدید با هم وصل میکنه، مرکز پیوندهنده تمدن هاست از نظر تاریخی و آلیان به اصطلاح نقطه همبستگی کل آسیا است تقریبا. اینجا مرکز گرفتن تا بزرگترین ارتش انتحاری را در دست خود داشته باشند، تشکیل میکنن تا امی ارتش انتحاری با یک بمب جهانی تبدیل شود. و او در دست کی باشه؟ در دست پاکستان باشه و در دست کسایی که صاحب پاکستان است. تا حالا خیلی کار کردن. من این گزارشات به خاطر برای شما دادم که چقدر تلخ است شنیدنش. اما یک چیزی هم برای شما میگم در پایان. اینم چیزها رو خب گفتیم یک سناریو است که اینا هم به مو دل خوش کردم. کمی کار رو میکنن. که یعنی به حساب خودشان تا یک دو سال دیگه افغانستان به یک مدرسه بزرگ تروریسم تبدیل شود که به وسیله از این منطقه از دنیا امتیاز بگیرن. امریکا مثلا از شوروی، روسیه امتیاز بگیره، از چین بگیره، ایران به ترسانند برن تا پشت دروازه شد، آسیا میانه را خوش خراب بکنن. اما اینمی من فکر میکنم که وقت از دست دادن،
دیگه اینا وقت تبدیل افغانستان به یک بام جهانی رو ندارن. سرعت جنگ اینا را غافلگیر کرده. شکست در افغانستان اینا را غافلگیر کرده. در افغانستان شکست خوردن، در اوکراین خصوصا جنگ اوکراین، تبعات شکست اوکراین بسیار بسیار خراب است و به اصطلاح موج چپیش که میزنه به طرف جنوب نوبت افغانستان است. بنان اینا را تا که اینا بسیار وار بجای مراکز تروریستی را جور بکنن و نسل پشت نسل به یک ارتش انتحاری تبدیل بکنن، دیگه ای وقت ندارن. زود مول سرشان میه، اینا را در هم میپیچانن. دیگه چی است؟ در افغانستان برخلاف نیمی 30 سال پیش امین نسل جهادی پوست انداخت، از زیر پوست از یک نسل دیگه برآمده که به شیوه جهادی عمل نمیکنن، بیشتر تکیه بر آگاهی داره، تکیه بر فهم تاریخی داره، تکیه بر زندگی داره، تکیه بر مناسبات و یا نظم مدرن جهانی داره. اینمی نسل امی حالی که ما شما گپ میزنیم در جبهات در جنگ است. وقتی که شما با یکش صحبت بکنین، یک 15-20 دقیقه متوجه میشین که اینا از نظر فهم خود، درک خود نسبت به زندگی و شناخت آسیب های قبلی و اشتباهات خائنین ملی چقدر اینا هوشمندانه گپ میزنن. اینمی نسل عمل در جنگ است. سابق که می جنگید کلی بی سواده بود، بنابراین که می گفتش برو اسلام در خطر است، اما فامیل خودم در می دادن. عالی طور نیست. با یه اوصاف ما بر شما گفتم می تانم، مجده داده می تانم که این پلانایی که من در این گزارش وحشتناک بر شما تشریح کردم اینا به سرانجام نمی رسد. اینا بسیار بزودی متلاشی و تومارش در هم پیچیده میشه. چرا؟ سرعت حوادث غیر مترقبه بیشتر از برنامه ریزی هاییست که من در اینجا تشریح کردم. تا برنامه بعد.